سرخط خبرها. مشاور رئیس جمهوری اوکراین خواستار برچیدن مراکز ساخت پهپادهای ایرانی شد. کیف: روسیه 540 پهپاد ایرانی را به سمت اوکراین شلیک کرده است. دو اظهار نظر جالب دو مقام عالی رتبه. افشاگری آزاری جهانی درباره اینترنت ملی. و اصلی ترین برنامه دولت جدید اسرائیل برای مقابله با ایران. مشروع اخبار. مشاور رئیس جمهوری اوکراین خواستار برچیدن مراکز ساخت پهپادهای ایرانی شد. میخائیل پودولیاک، مشاور رئیس جمهوری اوکراین، خواستار برچیدن مراکز ساخت پهپادهای ایرانی و بازداشت عرضه کنندگان این تسلیحات شد. به گفته مقامات کشورهای غربی، جمهوری اسلامی با تولید پهپاد برای روسیه از مسکو در جنگ اوکراین حمایت میکند. پودولیاک شنبه 3 دی در توییتی نوشت: جمهوری اسلامی تحریم‌های بین‌المللی را آشکارا تحقیر میکند. او با ضرورت خودداری از اعمال تحریم‌های غیر مؤثر، خواستار نابودی مراکز ساخت پهپادهای جمهوری اسلامی شد. نیروی هوایی اوکراین پیشتر اعلام کرده بود که از میانه ماه سپتامبر موفق به انهدام ده‌ها پهپاد ایرانی شده است. تهران در روزهای گذشته بارها ادعای حمایت تسلیحاتی از روسیه در جنگ اوکراین را تکذیب کرده است. کیف: روسیه 540 پهپاد ایرانی را به سمت اوکراین شلیک کرده. کریل بودانوف، رئیس سرویس اطلاعات نظامی اوکراین، اعلام کرد که روسیه برای تامین ذخایر موشکی خود بر پشتیبانی تسلیحاتی ایران متکی است. بودانوف شنبه 3 دی در گفتگو با نیویورک تایمز گفت: جمهوری اسلامی به دلیل نگرانی از تشدید تحریم‌ها تا به حال از ارائه موشک‌های بالستیک به روسیه خودداری کرده است. بودانوف تاکید کرد که روسیه تاکنون 540 پهپاد ایرانی را در حملات تاکتیکی به نیروگاه‌های انرژی و برق اوکراین پرتاب کرده است. او با اعلام اینکه مسکو 1700 پهپاد ایرانی از نوع شاهد را بر اساس قراردادی که تابستان گذشته با تهران منعقد شده تحویل گرفته است، خاطر نشان کرد که تحویل این پهپادها طی چند مرحله انجام شده است. دو اظهار نظر جالب دو مقام عالی رتبه. دو اظهار نظر تاریخی دو مسئول که روز گذشته مطرح و در فضای مجازی جنجالی شد. زاکانی، شهردار تهران: تا زمانی که حمل و نقل شخصی وجود دارد، ترافیک هم وجود خواهد داشت. فاطمی امین، وزیر سمت: وقتی قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند، قیمت خودرو نیز بالا می‌رود. اگر دلار نیز پایین بیاید، قیمت خودرو نیز کاهش پیدا می‌کند. افشاگری آزاری جهرمی درباره اینترنت ملی. تحلیل آزاری جهرمی از تازه‌ترین آمارهای اینترنت ایران: حداکثر 10% تبادل اطلاعات کاربران ایرانی به سوی پلتفرم‌های داخلی سرازیر شده است. وزیر پیشین ارتباطات در کانال تلگرامی خود نوشت: اگر این آمار زومیت صحت داشته باشد، میتوان محاسبه کرد که پهنای باند بین‌الملل ایران حداقل به میزان 4000 گیگابیت کاهش داده شده است، در حالی که سایت تهران IXIR رشد متوسط کمتر از 400 گیگابیتی پهنای باند داخلی را گزارش می‌کند. این یعنی با وجود اعمال محدودیت‌های شدید، حداکثر صرفاً 10% تبادل اطلاعات کاربران ایرانی به سوی پلتفرم‌های داخلی سرازیر شده است. پیشبینی کاهش درآمد 10000 میلیارد تومانی اپراتورها تا پایان سال جاری، افت شدید ارزش سهام بخش تلکام در بورس و مشکلات جدی نقدینگی این شرکت‌ها که بعضاً ممکن است در عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران یا تأخیر زیاد در پرداخت حقوق کارکنان نمایان شود، دور از ذهن نیست. و اصلی ترین برنامه دولت جدید اسرائیل برای مقابله با ایران. نخست وزیر منصوب در مصاحبه با العربیه از بایدن خواست بر اتحاد سنتی با ریاض و دیگر کشورهای خاورمیانه تأکیدی دوباره کند و گفت: عادی سازی روابط جهشی عظیم در راه صلح خواهد. به طور کلی دولت جدید اسرائیل عادی سازی روابط خود با سعودی ها را نخستین گام مهم برای مقابله با ایران می‌داند و به همین خاطر نتانیاهو تأکیدی دوچندان بر این موضوع دارد تا با همکاری آمریکا و عربستان حلقه محاصره بر تهران را تنگ‌تر کند.